یک زمانبندی گذاشته بودم واسه خودم، میرفتم میشستم فقط همون دو سفر کلمه به کلمه میخوندم و وقتی کتاب رو تموم کردم از میکنم دنیا عوض شده. یک نوع متفاوتی نگاه به دنیا بودش کتاب ابو حسین و سایر کتاب های مجاهدین. تو بقیه کتاب هایی که تو میخوندی از خیلی از آدم های مثلا اندیشمند و روشن فکر و حتی کسانی که بالاخره یک دستی هم در مبارزه داشتن در سالیان قبل، دوچار این حس میشدی. اینو تو لحظهش نمیفهمیدم و بعد که کتاب های مجاهدین رو خوندم فهمیدم که انگار اون نویسنده به زبان حالا خودمون میخوایم بگیم شکاف های بسیار زیادی تو ذهنش و تو عمل کردش هست. انگار میشه هم مبارزه کرد هم نکرد. مبارزه مسئله یکش نیست، تغییر جامعه مسئله یکش نیست، ولی وقتی کتاب مثلا امام حسین رو میخوندی احساس میکردی یک سویه میخواد یک چیزی جاری بشه، با مفهوم فدا آشنا میشدی. تو کتاب دیگه هم چیزی وجود نداشت، اگر هم بود یک بارقه درش بود، یک خباری بود، ولی توی کتاب امام حسین یک سویه فدا کردن بیچش داشت، رفتن توی یک مسیری تا آخر. این جدید بودش توی اون جامعه که حالا به فضای اون سالا من برمیگردم نگاه میکنم، رژیم چی تبلیغ میکرد؟ به لحاظ عملکرد اجتماعشم تسلیم، چیزی که رژیم میذاشت جلوی نفر جمعون به اسم روشنفکر، به اسم کتاب، به اسم نحوه نگاه کردن به دنیا و جامعه. حالا راه حسین چی میذاشت جلوی مخاطبش؟ میگفت تو میتونی با یاد گرفتن از امام حسین، با یاد گرفتن از پیشواران تاریخی اسلام انقلابی و تشیع در مسیر رهایی و آزادی انسان حرکت کنی و اینو محقق کنی و ذره هم سر این شکاف نداره. با فهم اون روزگار خودم اگر به این نتیجه میرسیدم که نه این هیچ فایده برای سازمان نداره، هیچ فایده برای مبارزه نداره، میذاشتمش کنار. ولی با این همه تا یک نقطه، تا یک جایی من فکر میکردم اگر یک هوادار مجاهدین باشم کافیه، یعنی مثلا درس هم بخونم، بعد کار و شغل خودم رو هم داشته باشم، بتونم موقعیت اجتماعی کسب کنم، بعد این رو مثلا خرج سازمان کنم. فکر میکردم هوادار بودن کافیه. به این فکر نمیکردم یک روز از مرز عبور کنم و بیام به ارتش آذری بخش ملحق بشم، بیام به اشرف ملحق بشم. به این فکر میکردم که من هوادار باشم، یک روز سازمان میاد داخل ایران و میتونم کمک کار باشم. ولی یک روزی این دنیای من هم فرو ریخت. قبلش بذار یه چیزی بگم تا بگم اون روز کدوم روز بود. همیشه توی نزدیک شدنم به سازمان و این که بخوام به سازمان بپیوندم، یک سوالی همیشه تو ذهنم بود، میگفتم آیا هم نسلای من هم توی سازمان هستن یا نه، یا سازمان مجاهدین فقط همونایی هستن که مثلا قبل از انقلاب توش بودن و سالهای 57 و 60 و سالهای بعد، یعنی مثلا یکی دو نسل قبل از من وارد شدن. این راستش خیلی برام سوال بود، خیلی برام مهم بود که مثلا ببینم یک آدمی همسن و سال من، مثلا بچه تهران باشه، همسن و سال من باشه، مثلا حالا دانشجو یا دانش آموز باشه، بعد رفته باشه پیوسته باشه. دنبالی هم چیزی نگشتم و در حقیقت اون چیزی که فاصله مینداخت بین من و اون نقطه انتخاب پیوستنم این بود. این تو ذهنم بالا پایین میشد تا یک روزی که این سوالم پاسخ گرفتم. 28 مرداد سال 79 بود، ساعت 4:20 دقیقه تقریبا بعد از ظهر
از بیرون اومدم رفتم اول سراغ رادیو مجاهد. رادیو مجاهد باز کردم، دیدم صدای مسعود کلانیه، میگه که